سلام دوستان، در این ویدیو قصد داریم درباره روش‌های مهاجرت به کشور فرانسه به شما توضیح بدیم. روش‌هایی مثل مهاجرت تحصیلی، مهاجرت از طریق پناهندگی، مهاجرت کاری، مهاجرت از طریق سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی یک تجارت در فرانسه، مهاجرت از طریق خرید ملک و مهاجرت از طریق ازدواج و وضعیت خانوادگی. اگر می‌خواید به فرانسه مهاجرت کنید و یا اینکه برای دوستان یا آشنایانتان که در خارج از فرانسه هستند و مایلند به این کشور مهاجرت کنند، اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید، حتما این ویدیو رو تا پایان تماشا کنید. فرانسه به عنوان بزرگترین کشور اروپای غربی و همچنین یکی از قدرت‌های اقتصادی مهم دنیا به عنوان مقصد مناسبی برای مهاجران در نظر گرفته میشه. یکی از معروف‌ترین روش‌های مهاجرت به این کشور مهاجرت از طریق تحصیله. این کشور به دلیل سطح آموزشی بالا، دانشگاه‌های معتبر و هزینه‌های تحصیلی مقرون به صرفه یکی از مهمترین کشورهای اروپایی برای ادامه تحصیل شناخته میشه. نخست در مورد هزینه‌های تحصیلی در دانشگاه‌های فرانسه صحبت می‌کنیم که از سال 2019 برای دانشجویان خارجی اجباری شده. هزینه تحصیل در مقطع لیسانس حدود 3000 یورو در سال است. این مبلغ برای مقطع فوق لیسانس سالانه حدود 4000 یورو و همچنین در مقطع دکترا حدود 400 یورو در سال است. البته این هزینه‌ها مربوط به دانشگاه‌های دولتی است و بعضی از مدارس عالی و مدارس مدیریتی دارای شهریه‌ای بین 3000 تا 30000 یورو در سال می‌باشند. این هزینه‌ها البته مربوط به بورسیه‌ها و کمک هزینه‌های تحصیلی نمی‌شه و شما همواره می‌تونید با ارائه مدارک معتبر از بورس تحصیلی بهره‌مند بشید تا به این صورت بتونید به صورت رایگان در فرانسه تحصیل کنید. شروع دوره‌های تحصیلی در تمام مقاطع معمولاً از ماه سپتامبر و یکی از شروط بسیاری از دانشگاه‌ها برای پذیرش داشتن سطح زبان است که بسته به مقطع تحصیلی دانشگاه از شما مدارک زبان در سطح B1، B2 و C1 را درخواست خواهد کرد. اینکه روند مهاجرت تحصیلی در فرانسه و در هر مقطع چگونه است رو به زودی در یک ویدیو مجزا و مفصل با جزئیات کامل به شما توضیح خواهیم داد. به طور کلی در فرانسه پناهندگی به کسایی تعلق میگیره که به دلایل مختلفی مثل داشتن یک مذهب خاص یا فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی امکان زندگی در کشورشون رو ندارن و با خطر آزار و اذیت و یا حتی زندان و اعدام روبرو هستن. در کشور فرانسه تمامی مراحل پناهندگی و تصمیم‌گیری درباره اعطای پناهندگی در سازمانی به نام اوفقا صورت میگیره. بنابراین درخواست پناهندگی هر فرد هم به این اداره ارسال میشه و اوفقا درخواست افراد رو به صورت تک به تک و موردی بررسی میکنه. اگر متقاضی پناهندگی در فرانسه باشید، باید فرم‌ها و دفترچه مخصوصی که اوفقا به شما میده رو پر کنید و در اون توضیح بدید که چرا میخواهید درخواست پناهندگی بدید و امکان زندگی در کشور خود رو ندارید. در اولین مرحله دولت مدارک شما رو تحویل میگیره و یک مدرک شناسایی موقت که در فرانسه غسپیسه نامیده میشه بهتون داده میشه. در خیلی از موارد علاوه بر بررسی مدارک شما، از شما دعوت میشه که برای یک مصاحبه به سازمان اوفقا برید و اونجا از مطالبی که نوشتید در دادگاه دفاع کنید. از زمانی که شما تقاضای پناهندگیتون رو در فرانسه ثبت میکنید تا زمانی که نتیجه دادگاه رسما اعلام بشه، شما در فرانسه متقاضی پناهندگی یا به اصطلاح دومندق دزیل هستید. در این زمان شما از حق و حقوقی هم در فرانسه برخوردار خواهید بود. حقوقی مثل مسکن، کمک‌های اداری، دسترسی به امکانات درمانی، کمک‌های حقوقی و همچنین کمک هزینه مالی زندگی در فرانسه که به طور ماهیانه پرداخت میشه. برخلاف کشورهایی مثل استرالیا و کانادا، فرانسه به نیروی مهاجر خارجی برای کار نیاز نداره و خود را از امکان ارائه ویزای کاری مانند کشورهای مهاجرپذیر مستثنا کرده. با این حال در زمانی که اشخاص با ویزای تحصیلی وارد کشور فرانسه میشن، در ویزای آنها اجازه کار وجود داره و ثبت شده و این افراد میتونن به صورت قانونی در شرکتی به صورت پاره وقت کار کنن و یا حتی استخدام شن و بدین ترتیب در فرانسه اقامت کاری داشته باشن. زمانی که دانشجویان با
ویزای تحصیلی وارد کشور فرانسه میشن، مانند بسیاری از کشورهای اروپایی اجازه کار کردن به صورت پاره وقت رو دارن که معمولاً 20 ساعت در هفته است. حقوقی که برای این گونه اشخاص در کشور فرانسه در نظر گرفته شده از ساعتی 10 یورو به بالا تعریف میشه و بسته به نوع کار متفاوته. یعنی شما میتونید در فرانسه هم دانشجو باشید و هم ماهانه 80 ساعت کار کنید. فقط از یک طریق میتوان ویزای تحصیلی به همراه کار را تبدیل به اقامت دائم کرد و اون هم اینه که اشخاص در حال تحصیل اگر بتونن که کاری رو پیدا کنن که کارفرما اونها رو بیمه کنه و قرارداد استخدامی یا CDI داشته باشن، در این صورت بعد از اتمام تحصیل میتونن برای اقامت در فرانسه اقدام کنن. یکی دیگه از روش‌های مهاجرت به فرانسه، مهاجرت از طریق سرمایه‌گذاریه. کسانی که قصد مهاجرت از طریق سرمایه‌گذاری رو دارن، میتونن با خرید یک مغازه و یا راه‌اندازی یک واحد صنفی برای خود و خانواده‌شون اقامت فرانسه دریافت کنن. این روش به این صورتی که ابتدا فرد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری یک واحد صنفی مانند مغازه رو خریداری می‌کنه. در این مرحله برای این فرد یک ویزا به مدت 1 سال صادر میشه که این ویزا تا 5 سال قابل تمدید خواهد بود. اگر فرد سرمایه گذار بتونه شغل خود رو در این 5 سال اداره کنه و مدارک مالی مثبتی داشته باشه، بدین معنی که وی در اداره تجارت خودش ورشکست نشه و به سوددهی برسه، میتونه درخواست اقامت دائم بکنه. این روزها بسیاری از مؤسسات و شرکت‌های مهاجرتی ادعا میکنن که میتونن به سادگی در کشورهای اروپایی ویزای سرمایه گذاری دریافت کنن. این در حالیه که این امر موضوعی کاملا حقوقیه و بایستی از طریق وکیل و حقوقدانی که به این مسائل آگاهی داره انجام بشه. مراحل درخواست ویزای سرمایه گذاری از فرانسه نیز به این صورته که ابتدا شخص درخواست یک ویزای کوتاه مدت میده و پس از اخذ ویزا و وارد شدن به فرانسه باید یک واحد صنفی خریداری کنه و یک حساب بانکی ایجاد کنه. با پایان این ویزای کوتاه مدت فرد باید به کشور خودش برگرده و از سفارتخونه فرانسه در کشور خود درخواست ویزای 6 ماهه کنه. در مرحله بعد فرد باید به حساب بانکی خود در فرانسه پول واریز کنه و پس از ورود مجدد به فرانسه درخواست اقامت 1 ساله کنه که در این مرحله فرد باید شرکت خودش رو تأسیس کرده باشه و مدارک تأسیس شرکت رو به دولت ارائه کنه. این اقامت هم به مدت 5 سال تمدید میشه و سرانجام به اقامت 10 ساله و دائمی خواهد شد. خرید ملک هم یکی از روش‌های موجود برای مهاجرت به فرانسه است. شما با خرید یک ملک در فرانسه میتونید برای خود و اعضای خانواده‌تون کارت اقامت دریافت کنید. متراژ ملکی که خریداری می‌کنید بستگی به افراد خانواده داره و برای هر فرد از اعضای خانواده حداقل 14 متر باید در نظر بگیرید. به طور مثال اگر شما یک خانواده 4 نفره هستید و علاقه‌مندید که از طریق خرید ملک به فرانسه مهاجرت کنید، خانه‌ای که در فرانسه خریداری می‌کنید بایستی دست کم 56 متر مربع باشه. البته خرید خانه شروع روند اقامته. به شما پس از خرید ملک یک ویزا تعلق می‌گیره که می‌تونید به فرانسه بیایید و این ویزا قابل تمدیده و در نهایت تبدیل به اقامت میشه. یکی دیگه از روش‌های اخذ اقامت در فرانسه نیز ازدواجه. اگه شخصی که تابعیت فرانسه نداره با کسی که اقامت فرانسه داره و یا اینکه فرانسوی محسوب میشه ازدواج بکنه، به اون نیز بر اساس قانون اقامت فرانسه تعلق میگیره. همینطور همه کسانی که در فرانسه درخواست پناهندگیشون قبول میشه میتونن اعضای درجه 1 فامیل یعنی همسر و فرزندان خود رو بدون هیچ مشکلی و البته با طی کردن مراحل قانونی به فرانسه بیارن و برای اونها نیز اقامت دائم بگیرن. این بود روش‌های مهاجرت در فرانسه. البته هر کدوم از این روش‌هایی که گفته شد میتونه ساعت‌ها در موردش صحبت بشه و قوانین و مقرراتش به طور مبسوط مورد بررسی قرار بگیره. با این حال ما تصمیم گرفتیم که در یک ویدیو کوتاه روش‌های کلی مهاجرت به فرانسه رو توضیح بدیم و در آینده هر کدوم از این روش‌ها رو به صورت یک به یک بررسی کنیم. اگه قصد مهاجرت به فرانسه رو دارید، میتونید با ما با شماره‌هایی که در تصویر درج شده از طریق واتساپ یا تماس مستقیم تلفنی تماس بگیرید تا شما رو راهنمایی کنیم. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، اون رو لایک کنید و در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید تا دوستاتون هم از روش‌های مهاجرت در فرانسه مطلع بشن. همچنین اگر عضو کانال یوتیوب ما نشدید،
میتونید با کلیک کردن بر روی دکمه سابسکرایب یا آبونه عضو کانال ما بشید. این کار باعث میشه ما با دلگرمی بیشتری ویدیوهای این چنینی تهیه کنیم. علاوه بر این با عضویت در کانال یوتیوب امید تیوی شما میتونید از تازه ترین ویدیوهای ما زودتر از دیگران مطلع بشید.